بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. دامنه فساد در ادارات افغانستان به اندازه‌ای گسترده است که برنامه حسابدهی دولت به ملت در برابر آن به طنزی مضحک می‌ماند. آنچنان که حساب ندادن برای دولت بهتر از حساب دادن است. اکنون با انتشار گزارش‌هایی از حاتم بخشی‌های آقای غنی از کدهای اعتباری 91 و 92 و همچنین افشای هزینه 30 میلیون دلاری سبزیجات و 17 نوع گوشت مصرف شده در ارگ ریاست جمهوری، پای بالاترین مقامات و ادارات کشور را نیز رسما به پرونده فساد باز کرده است. این در حالی است که رئیس مجلس نمایندگان آقای میررحمان رحمانی بانک ملی کشور را فاقد اعتبار خوانده و نسبت به سرنوشت گنجینه باختر به عنوان پشتوانه پول ملی افغانستان عمیقا ابراز نگرانی کرده است. در چنین شرایطی هر گونه تلاش برای گزارش دهی از کارکرد نهادهای دولتی نه تنها به ایجاد اعتماد مردم نسبت به دولت منتهی نخواهد شد، بلکه ذهنیت همگانی را به جای باور کردن ادعاهای مقامات متوجه پرونده های قطور فساد از صدر تا ذیل نهادهای دولتی خواهد کرد. در این بعد از خبر در خدمت جناب اختر سلطانی مشاور ارشد حقوقی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان هستیم و همکاران ما در تلاش هستند که از طریق اسکایپ هم جناب استاد مسعود اقتصاددان و استاد دانشگاه را به برنامه وصل بکنند تا از محضر ایشان هم بهره ببریم. سلام به شما جناب سلطانی و خیلی خوش آمدید. سلام عرض دارم. از اینجا شروع میکنیم که برنامه حسابدهی دولت به ملت در چارچوب چه مکانیزم حقوقی انجام میشه و از اون طرف چقدر منطبق با واقعیت‌های میدانی در حوزه مصرف بودجه است؟ بسیار تشکر از دعوتتان، بسیار تشکر از اینکه به موضوعات حساس در واقع بودجه و مصارف حکومت توجه دارید. خب ما یک سند داریم به نام سند قطعیه که این سند قطعیه در واقع گزارش یک ساله اجراءات مالی حکومت را در واقع بررسی میکنه و گزارش میکنه. روندشان به این صورت است که هر اداره و واحد بودجوی در واقع مصارفی که در طول سال انجام داده، اعم از بودجه مالی، بودجه عادی و بودجه در واقع انکشافی، اونا را در واقع لیست میکنه، مصارف خود را همراه با اسنادی که در واقع اجراءاتی که در اونجا شده که بودجه را اجرا کرده، تمامی اسناد جمع آوری میشه در اداره و اینا در وزارت مالیه به صورت یک جای توحید میشه. در وزارت مالیه یک حساب قطعیه درست میشه، بنابراین ما یک قطعیه خود ادارات را داریم که خود ادارات اجراءات مالی یک ساله خود را به صورت توحیدی جور میکنن و به وزارت مالیه ارائه میکنن. وزارت مالیه خودش به عنوان یک واحد بودجوی قطعی خود را هم جور میکنه، اجراءات مالی خودش در طول سال داشته را جور میکنه و اجراءاتی که دیگر واحدهای بودجوی و ادارات دیگر هم به اونا دادن که شامل بودجه عادی و انکشافیشان میشه و نحوه مصارفشان میشه، اونا را باز جمع آوری میکنن، اونا یک سند دیگر جور میکنن به نام سند قطعی که وزارت مالیه تنظیم کرده. این سند باز با تمام اسنادش در وزارت مالیه موجود است. مفتشین اداره عالی تفتیش که البته نام از اداره یک بار به نام اداره عالی بررسی تغییر کرده بود، ولی باز هم پس به همو نام سابق خود به نام اداره عالی تفتیش برگشته. مفتشین اداره عالی تفتیش به وزارت مالیه می روند، تمام اسناد و مدارکی که اونجا موجود است از ادارات مختلف آمده، توحید شده، اونا رو یک جای جمع آوری میکنن و اونا رو به بررسی میگیرن. در صورتی که نیاز باشن استعلاماتی رو به ادارات مختلف رای میکنن که در موارد اونا وضاحت بیشتر بتن که مصارف و چگونگی مصارفشان به چه صورت بوده. اینا باز سند را تنظیم میکنن که این سند به نام سند قطعیه یاد میشه. قطعیه در واقع راپور اجراءات مالی و بررسی اجراءات مالی یک سال گذشته حکومت هست که شامل تمام مصارف میشه که در سند بودجه در واقع پیش بینی شده بود به عنوان یک سند بودجه در یک سال مالی و اجراءاتش را بعد با او سند بررسی میکنن و او وقت راپور ارائه میکنن، ابتدا به
مقام عالی ریاست جمهوری و اونجا او در واقع راپور قطعی اونجا که رفت، بعد از او یک نسخهش به شورای ملی و مشخصا کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه میآید و اونجا روی از او سند کار میکنند، باز میبینند که اجراءات مالی گذشته حکومت به چی صورت بوده و مصارفی که در سند بودجه پیش بینی شده بود آیا امور رقمی که پیش بینی شده بود به مصرف رسیده، آیا جرائم ارتکاب یافته، آیا تخطی های سر زده و آیا مصارفی که انجام شده مطابق قانون بوده یا نبوده. در سند بودجه ما یک در واقع سند تقنینی داریم که در داخل سند بودجه است به نام اصولنامه اجرای بودجه که خودش یک قانون محسوب میشه مطابق قانون اساسی و مطابق قانون اداره امور مالی و مصارف عامه. اصولنامه اجرای بودجه خودش هم قانون است. در صورتی که موادی از او اصولنامه هم در واقع در اجراءات مالی مورد توجه قرار نگرفته شده باشه، به عنوان تخطی در واقع شمرده میشه. شمرده میشه و اعلام میشه و در کمیسیون مالی بودجه وقتی که آمد اینا در جلسات متعدد بررسی میشه و بررسی هم به این صورت هست که در واقع واحدهای بودجوی که در مصرف زی دخل بودن و مصارف را انجام دادن اونا دعوت میشن برای از اینکه نظرات از اونا هم گرفته شود که اگر مورد در سند به عنوان در سند قطعی به عنوان تخطی در نظر گرفته شده آیا اونا توجیه و در واقع دفاعی دارن و یا ندارن. خیلی ممنون از توضیح بسیار خوب شما. به این ترتیب ما متوجه مکانیزم حقوقی برنامه حسابدهی دولت به ملت و مخصوصا سند قطعیه شدیم که برای خودم هم خیلی چیزی تازه و جالبی بود. از مصارف و اجراءات مالی سال مالی 1399 تا کنون سند قطعیه به شما داده شده، ارائه شده؟ خب مطابق قانون اساسی مشخصا ماده 98 قانون اساسی حکومت موظف است که در خلال 6 ماه حساب قطعیه رو بده. امور رقم که اطلاع دارید سال مالی 1399 در خلال 6 ماه بعد از شروع سال مالی جدید، بعد از ختم سال مالی 6 ماه اینا وقت دارن برست. یعنی از شروع سال مالی الی 6 ماه آینده. امور رقم که اطلاع دارید سال مالی 1399 در اخیر قوس به اتمام رسیده و ما حدود یک ماه و چند روزی از او گذشته و ما هنوز منتظر سند قطعیه نیستیم برای از اینکه در واقع راپورهای توحیدی شاید هنوز از ادارات هم جور نشده باشه، چه رسه به اینکه ما منتظر باشیم که سند قطعیه به ما برسه. بنابراین 5 ماه دیگر نهایتاً به لحاظ قانونی ما فرصت داریم برای سند قطعیه سال 99. بله این مدت به ترتیبش و به ارائهش به شورا داریم، ولی این گزارش و راپورش را ما به رسانه ها و به مردم افغانستان کی شریک میکنیم؟ شاید یک مهلت 7-8 ماه است برای اینکه ما خود ما در کمیسیون مالی و بودجه هم حدود 1 تا 1.5 ماه وقت لازم داریم برای اینکه نکته به نکته موارد را مورد بررسی کنیم. بله خب علی ظاهر قبل از اینکه سند قطعیه به مجلس نمایندگان یا پیشتر از او به وزارت مالیه فرستاده شود، همه واحدهای بودجه‌ای و ادارات و نهادهای مختلف دولتی گزارش های خودشان را در اختیار رسانه ها قرار میتن تحت عنوان برنامه حسابدهی دولت به ملت. برنامه حسابدهی دولت به ملت در حالی برگزار میشه که ادارات افغانستان از گستردگی انواع فساد، جرائم و تخطی های مالی و اجرایی رنج میبره. با این وضعیت ما چگونه میتونیم نسبت به وثوق و شفافیت حسابدهی دولت از مجرای رسانه ها به مردم افغانستان مطمئن شویم؟ خب مطمئنا گزارشاتی که به رسانه ها داده میشه و گزارشاتی که به شورای ملی داده میشه از نظر فرمت و از نظر اعتبار متفاوت هست. چیزی که به رسانه ها داده میشه ما اونا رو به عنوان سند رسمی در واقع به ما داده نمیشه. امکان داره یک مقام حکومتی و یک شخص و یک اداره یک راپور را به رسانه بده ولی سندی که به ما میایه سند متفاوت باشه. در واقع ما نه راجع به شفافیت و نه راجع به وثاقت اسنادی که در رسانه ها وجود داره از لحاظ قانونی در واقع ما مکلفیت نداریم که اونا رو بررسی هم بکنیم. ما چیزی که مکلفیت داریم در واقع سند رسمی که به ما میگه سند رسمی چارچوب حسابدهی مطابق ماده 98 قانون اساسی به ما واضح و روشن است که او در واقع امو روند قطعی است. این راپورایی که شما میفرمایید که در خبرگزاری ها منتشر میشه، در رسانه ها منتشر میشه، گاهی اشخاص ادعا میکنن، اینا در واقع او وثاقت قانونی که باید داشته باشه برای ما را نداره. گرچه مطابق در واقع قانون
حق دسترسی به اطلاعات را هم رسانه‌ها دارن هم مردم افغانستان دارن و اطلاعاتی که از طرف حکومت ارائه میشه در چارچوب قانون ارائه میشه، ولی این چارچوب رسمی که در واقع تعریف شده که برای حسابدهی مالی خصوصا برای حکومت است، حساب قطعی است و حساب قطعی را امور رقم که در سوال اولتان پرسیدید روندش کاملا واضح و مشخص است. ما بر اساس اگر اشتباه نکنم ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات فکر میکنیم که با یک گزارش ناقص و مبهم و یک جانبه از طرف نهادهای دولتی مواجه هستیم، چون در طول سال و به موازات گذر زمان که نهادها و ادارات مختلف دولتی بودجه هایشان را مصرف میکنن در سایت های خودشان گزارشی منتشر نمی کنند. حتی در برخی از سایت ها گزارش های اینچنینی از 5 سال به این طرف بروز نشده و به همون صورت 5 سال پیش باقی مانده. بنابراین رسانه ها با یک ذهنیت خالی در معرض اطلاعات تازه قرار می گیرند که بیشتر مدعیات مقامات دولتی است تا اینکه چیزی باشه که بشه به او استناد کرد به قول شما یا وساقت و اطمینان بخشی لازم به لحاظ حقوقی را داشته باشه. با توجه به این وضعیت که رسانه ها خالی و ذهن هستند در برابر آنچه در ادارات دولتی انجام شده، این گزارش دهی چقدر میتونه معتبر باشه بر رسانه ها و چقدر میتونه برای مردم متقاعد کننده باشه؟ آیا باورپذیر هست که یک مقام به محض این که در برابر دوربین رسانه ها قرار میگیره نیم ساعتی مثلا حرف میزنه مردم باور کنن؟ در این قسمت من یک خواهش از رسانه ها هم دارم. خیلی از اوقات هست همین رقم که فرمودید در واقع در یک خلا اطلاعات شریک میشه، ولی خب این خلا شاید یک بخش هم به خود رسانه ها بخش اصحاب رسانه هم در واقع برمیگرده. ما زمانی که یک سال مالی را پیش میریم از ابتدای سال مالی یک سند به نام سند بودجه منتشر میشه. این سند بودجه را هر کسی که بخواد در اختیارش قرار میگیره، در سایت رسمی وزارت مالیه منتشر میشه و اگر گزارشی داده میشه حداقل با سند بودجه سنجیده شود، در این حد سنجیده شود و این را متاسفانه در یک فصلی از سال شاید رسانه ها توجهشان به بودجه هست، ولی در طول سال راپورهایی که داده میشه، گزارشاتی که داده میشه از اجرات مالی شاید اونها را رسانه ها حداقل با سند بودجه امکان مطابقتش را دارن. ولی این که ما بخوایم بگیم در وسط سال یک گزارشی که از یک اداره منتشر شد آیا موثق هست و یا موثق نیست، اگر قرار باشه این را هر کسی بررسی کنه کاری را انجام میده که در واقع اداره عالی تفتیش باید انجام بده و اداره عالی تفتیش هم مکانیزمش مشخص است و شما گستردگی را در نظر بگیرید. ما حدود 64 واحد بودجوی داریم که اگر تعدادش تغییر نکنه توسط در واقع فرامینی که از طرف حکومت می آید و در این 64 واحد بودجوی که وجود داره اگر قرار باشه راپورهای مالی از اینا را اداره عالی تفتیش به صورت ماهوار راپور بده و یا به صورت زنده راپور بده اصلا امکانش وجود نداره، برای اینکه خود ادارات هم هنوز راپورهای خود را توحید نکرده. شما ببینید حکومت افغانستان که از دارای حدود 800 تا 900 هزار در واقع تشکیل است، تمام از این تشکیل در واقع در اجرات مالی دخیل هستند و جمع‌آوری اطلاعات به صورت در واقع یک جای کار بسیار سختی است و در مورد ادارات امور رقم کرس کردیم راپورهای از اونها را ما از طریق رسانه ها وساقتش رفت. تنها چیزی که می شود رسانه ها به او توجه بکنن در قلب سند بودجه مراجعه کنن، از سند بودجه اطلاعات را بگیرن ببینن راپورهایی که اینا میتن آیا در سند بودجه به مصورت پیش بینی شده یا نشده و جزئیات کاملا در سند بودجه وجود داره، رسانه ها حوصله داشته باشن و به جزئیات در سند بودجه برن. جزئیات هست، بودجه عادی کدهایش مشخص هست، موارد مصرفش مشخص هست، کاملا واضح است، کودهای بودجه انکشافی مشخص است، پروژه وار که هر پروژه به کجا اختصاص داده شده، چه مبلغ پیسه داره و چه رقم باید مصرف شده، همین رقم کودهای احتیاط مبالغش کاملا واضح در سند بودجه پیش بینی شده که خود رسانه ها بدون از اینکه اداره عالی تفتیش بیای بررسی خود را انجام بده میتونن حداقل به سند بودجه مراجعه کنن و راپورهای مالی که در طول سال منتشر میشه او را با سند بودجه مطابقت بده. درست. خب ما وقتی از فساد صحبت میکنیم در ادارات افغانستان مخصوصا در بخش فساد مالی
با زیر مجموعه های بسیار گوناگون و گسترده مواجه میشیم. ما با انواع جرایم و تخلفات مالی مواجه میشیم در جریان مصرف بودجه، و اینا همه زیر چتر عنوان کلی فساد به رسمیت شناخته میشن. ما در سوال قبلی هم به موضوع اشاره کردم، فعلا به صورت مستقل میخوام که این انواع تخلفات مالی یا جرائم مالی را که شما میتونین ردیابی بکنین در سند بودجه یا در قطعیه، در سند قطعیه، اینا را برای بینندگان عزیز شرح بدید. خب تخطیهایی که در واقع وجود داره، به طور مثال میتونیم تخطیهایی که به صورت عمده در سال مالی 1398 که راپورش در واقع منتشر هم شده و در اختیار رسانه ها قرار گرفته، ولی اینکه چقدر رسانه ها به او توجه کردن و توجه نکردن خب جای بحث دیگه داره. در اونجا ما تخطی قانونی که داشتیم، یکی از تخطی ها مثلا انتقال عواید بانک مرکزی بدون منظوری ولسی جرگه بود که در اونجا منتقل شده بود بدون از اینکه منظوری ولسی جرگه داشته باشه، چیزی حدود 15 میلیارد بیش از در واقع منظوری منتشر شده بود. با کجا منتقل شده بود این؟ ای به وزارت مالیه منتقل شده بود. از بانک مرکزی. از بانک مرکزی منتقل شده بود. مفاد عملیاتی بانک مرکزی بود. برای تمویل بودجه منتقل شده بود بدون از اینکه منظوری ولسی جرگر داشته باشه. تعدیلاتی که به فصول اپراتیفی شده بود، ای هم یکی از تخطی هاست. ماده 18 اصولنامه اجرای بودجه سال مالی 1398، ما وقتی ماده رو ذکر میکنیم سالش هم ذکر میکنیم، دلیلش است که اصولنامه اجرای بودجه هر سال دچار تغییرات میشه، امکان داره یک ماده در یک سال شمارش تغییر کنه. ماده 18 اصولنامه اجرای بودجه تصریح کرده بود که انتقال در واقع وجوه از سایر بخش ها به فصول اپراتیفی ممنوع است. یکی از موارد انتقال در واقع پول به فصول اپراتیفی بود، ای هم یکی از تخطی ها بود. بحث دیگه که در اصولنامه پیش بینی شده به عنوان تخطی، ماده 28 اصولنامه اجرای بودجه سال 1398 در واقع تصریح داشت که واحدهای اداری پول های پیشکی که دریافت میکنن را باید تا ختم سال مالی تصفیه کنن، و در اوج تاکید شده که اداره عالی تفتیش و مفتشین اداره عالی تفتیش باید موضوع را به صورت جدی مورد بررسی قرار بدن، که در اینجا دو تخطی است. یکی عدم تصفیه تخطی هست و یکی هم تخطی دیگر ای است که در صورتی که اگر ای تصفیه نکنه مطابق از امون ماده اصولنامه مستحق پیشکی در سال بعدی نمیشه. اینجا اداراتی وجود داشتن که پیشکی خود را تصفیه نکرده بودن و در سال بعدی هم مستحق پیشکی شده بودن، باز پیسه پیشکی گرفته بودن. در واقع پیسه پیشکی به این صورت است که پیش از اینکه در واقع اینا اجراءات خود را بکنن برای وجوهی که مصرف در واقع داره، اینا پول سردستی و پول پیشکی را میگیرن، ولی زمانی که باز مصرف شد معلوم شد که اینا مصرف شده، باز اینا در بودجهشون مجرایی داده بشه و حساب بیا. اینا پیشکی هایشون را تصفیه نکرده بود و از اون طرف هم در سال بعدی باز پیشکی گرفته بودن. یک موضوع دیگه که یک تخطی بسیار جدی بود در سال مالی 1398، مصرف نامطلوب بود. در واقع مصرف نامطلوب زمانی که اینجا آمدن، ما یک پروژه داشتیم در وزارت محترم معارف به نام پروژه ایکویب که در اینجا دونر خارجی آمده بود، یک وجوه را اختصاص داده بود و اونجا در واقع پیسه که مصرف شده بود چیز حدود 172 میلیون افغانی به صورت نامطلوب مصرف شده بود و دونری را از حساب در واقع باز حسابش خواسته بود و گفته بود این پیسه باید پس مسترد شود. این مصرف نامطلوب در وزارت معارف بود. منظور از مصرف نامطلوب چی است؟ یعنی معیاراتی که در واقع تمویل کننده پیش بینی میکنه باید مطابق از اون معیارات مصارف صورت بگیره و در کمک میشه، در کمک شرط میشه که ما با توجه به این معیارات به شما کمک میکنیم. ولی این مصرفی که در پروژه اکویب شده بود، این رقم در واقع وزارت محترم انرژی در واقع در برنامه جی اف ای مصرف شده بود، حدود 29 میلیون افغانی در اونجا شده بود مصرف نامطلوب، که این در واقع یک تاوان است، یک ضرر است که در واقع مصرف شده، پیسه را دونر تعهد کرده بوده، ولی وقتی که مصرف نامطلوب بوده ما این را در واقع به جانب دونر باید
برگردانیم به تمویل کننده. مثل این که مثلا بخواین یک سرک بسازن با استاندارد بسیار پایین، استاندارد مورد نظر حمایت کننده این پروژه را برآورده نکنن، معیارهای قبول شده ای جهانی را رعایت نکنن و بر اساس مثلا زدوبندها یا بنیت حیف و میل با کیفیت پایین مثلا همین سرک بسازن. در حوزه معارف هم چنین کار صورت گرفته بود، کیفیتش نامطلوب پایین بود. قضیه را اگر مناقشه در مثال نکنیم، بگیم که مثالی که زدین درست است، منظور ما واضح و مشخص است. همون رقم که جواب دادم، در واقع معیاراتی که مشخص میکنه تمویل کننده باید مطابق از اون معیارات مصرف شود. مصرف نشده بود و در واقع تخطی صورت گرفته بود و دولت افغانستان ناچار به این بود که باید تاوان بده. تاوان بده. بحث دیگه، بحث در واقع قانون، در واقع کتاب بود یک قانون است، در اونجا یک مصارف صورت گرفته بود که خلاف اهداف تعیین شده بود که بیشتر در کودهای احتیاط بود، که کود احتیاطی که پیش بینی شده بود مثلا برای انتخابات از اونجا در جای دیگه مصرف شده بود و از یک کود دیگه به انتخابات مصرف شده بود. اینا به عنوان تخطیایی بود که در واقع در سال مالی 1398 از جانب حکومت ارتکاب یافته بود. بحث دیگه، خب این مورد آخری که شما اشاره فرمودین، جابجایی وجوه اعتباری از یک محل به محل دیگه، از انتخابات به مثلا معارف مثال میزنیم، یا از معارف به انتخابات، این جابجایی ها در سطح انتخابات وقتی انجام میشه مطمئنا از طرف ارگ ریاست جمهوری و احتمالا از طرف شخصی آقای رئیس جمهور است. در این گونه موارد آیا ما مکانیزمی یا چارچوب قانونی مشخصی برای پیگیری داریم؟ خب ای که بگیم مکانیزم نداریم، مکانیزم کاملا واضح و روشن وجود داره. مکانیزم وجود داره و این سوالتان فکر کنم جای دیگه برسیم کاملا جواب میتیم که مکانیزمی که وجود داره چی هست و اقداماتی که صورت گرفته چی هست. چشم. ولی در بحث در واقع جا به جایی، امون رقم که عرض کردم، سند بودجه خودش قانون است. درست. و از یک جای به جای دیگر بردن خلاف در واقع خود سند است و در واقع خلاف چارچوب است که تعیین شده. در سند بودجه مطابق استانداردهای جهانی که وجود داره، مطابق معیارات جهانی که وجود داره، چیز حدود 3% را ما برای در واقع کودهای احتیاط می‌گذاریم. منظور از کودهای احتیاط این است که این پول در یک جای قرار داده میشه که اگر مشکل، مثلا ما برای اضطرار پول میمونیم، برای حوادث پول میمونیم، که اگر پیش آمد این پول مصرف میشه، اگر پیش نامد مصرف نمیشه. حال ما میگیم اگر اینمی پول را که ما مثلا برای حالت اضطرار گذاشتیم یا این پول را برای حوادث اختصاص دادیم، این پول اگر در جای دیگه مصرف شود خلاف هدف تعیین شده در سند بودجه است و تخطی میشه. درسته. خب شما در بررسی سند بودجه یا ببخشید سند قطعیه سال مالی 1398 با موارد بسیار سنگین و تکان دهنده تخلف مالی دست یافتید. 172 مثلا میلیون افغانی برای مصرف نامطلوب و امثال اینا، یا جابجایی بودجه ها. خب آنچه که فکر میکنم خیلی مهم است و باید به او بپردازیم این است که این بررسی ها چه نتیجه عملیاتی داره. شما این تخطی ها رو شناسایی کردین و مسجل شد که این تخلفات مالی صورت گرفته در جریان سال مالی، حالا نتیجه و بازخوردش چی است؟ صلاحیت مجلس نمایندگان برای برخورد با متخلفین چگونه تعیین و تبیین شده؟ و او مکانیزمی که شما قرار بود در موردش صحبت بکنین، او هم دیگه فکر میکنم الان وقتش است که بهش بپردازین. او مکانیزم با شما چه صلاحیت هایی را داده برای اینکه تخطی ها را به حد اقل برسانین یا متخلفین و خاطیان را مجازات بکنین؟ خب در این باره ابتدا امور رقم که فکر کنم در طول جواب به سوالات گذاشتم گفتیم، در واقع مکانیزم را گفتیم که به چی صورت است، چی رقم سند تهیه میشه و چی رقم پروسس میشه. مکانیزم تهیه سند بود. حالا بعد از بررسی شما چی بعد از بررسی چی میشه؟ ما در کمیسیون مالی بودجه وقتی که سند قطعیه ترتیب میشه به ما میایم، ما واحدهای بودجه‌ای رو دعوت میکنیم، اونا را در واقع دفاعیاتشان را میشنویم، ببینیم که واقعا آیا تخطی که صورت گرفته
محرز هست و یا نیست. وقتی که برای ما محرز شد، ما یک راپور جور میکنیم که این راپور به تالار میره و اونجا از تالار هم میخوایم که در واقع کل نمایندگان یک مصوبه داشته باشن، مصوبه تالار رو بگیریم. بعد از اون مصوبه تالار در صورتی که تخطی صورت گرفته باشه، ما تخطی ها را ضمن یک مکتوب و ضمن مصوبه تالار به جانب خود حکومت، بخشی از حکومت در واقع اداره لوی سارنوالی که خودش هم در اجراءات خود مستقل است، به لوی سارنوالی رای میکنیم که باز کار عدلی و قضایی را اونا صورت بتن. برای از اینکه در واقع کمیسیون مالی بودجه بخش از قوه مقننه است، در اجرا و در واقع بخش قضا صلاحیت ندارد، ما بررسی های خود را میکنیم و اینا رای میکنیم. و در مورد از اینکه چی در واقع اجراءاتی در گذشته داشتیم، ما در سال مالی 1397 که دو سال پیش بود گزارش قطعی منتشر شد، گزارش قطعی را در واقع تخطی ها را آوردیم و لوی سارنوالی رای کردیم و وظیفه لوی سارنوالی بود که اینا را تعقیب کنه. و کمیسیون مالی بودجه برای اینکه امور رسالت خود را به خوبی انجام داده باشه، باز هم ما به تعقیبش چندین مکتوب دیگر را به اداره لوی سارنوالی رای کردیم که در واقع اجراءات خود را به ما گزارش کنند که در مورد تخلفاتی که صورت گرفته بود، تخطی هایی که صورت گرفته بود و موارد را که ما به شما معرفی کردیم، شما چه اقداماتی انجام دادید که ما بتونیم بفهمیم که او اقدامات چی بوده. چیزی که بود متاسفانه در اداره محترم لوی سارنوالی در گزارش که به ما ارائه کردن هیچ گونه اجراءات نشده بود. درست. اجراءات نشده بود. دلیلش هم در واقع این بود که اونجا آمده بودن گفته بودن که در واقع در قانون برای تخطی هایی که شما گفتین مجازات پیش بینی نشده، ما اگر بررسی کنیم چی موارد داره، چی جرمی اینا مرتکب شدن. و اینجا در واقع خوب است اینم ذکر کنیم که ما متاسفانه در قوانین افغانستان، ما قوانین افغانستان از نظر تعداد بسیار سند تقنینی زیاد داریم، ولی شاید جای یک سند تقنینی بر تخلفات بودجوی که ایرا جرمنگاری کرده باشه به طور مشخص، به طور واضح و در واقع گفته باشه که این جرم است و این مجازاتش است، ایرا جایش خالی است. این جایش خالی است که امیال کود جزا در کمیسیون محترم عدلی و قضایی ولسی جرگه در حال طی مراحل است. خوب است که یک فصل در واقع تعریف شود که در او فصل بیاید جرمنگاری اجراءات مالی حکومت را پیش بینی کنه که اگر در صورتی که یک واحد بودجوی بودجه خود را مصرف نتونست، که عدم مصرف هم خودش یکی از تخطی ها است، هر واحد بودجوی که وقتی بودجه برش اختصاص داده میشه باید اون بودجه خود را مصرف کنه، که بودجه کمتر از 80% را ما در واقع تخطی محسوب میکنیم، که اگر یک واحد بودجوی بودجه خود را کمتر مصرف کنه. جای از این در واقع در قوانین ما خالی است. با این وجود در قوانین ما او قدر هم دیگه جای خالی نیست که هیچ اقدامی نشه. اداری محترم لوی سارنوالی میتونست اینا را در واقع مطابق موادی از کود جزا مورد بررسی قرار بده، بعضی از موارد را در واقع با توجه به اون مواد موجود در واقع که جرمنگاری هم صورت گرفته و در اون قسمت پیگیری میکرد، ولی متاسفانه اداری محترم لوی سارنوالی در قسمت سال 97 هم اجراءات خوبی نداشت. در مورد سال مالی 1398 که راپورش را ما دادیم، در واقع 55 واحد بودجوی ما بودجه انکشافی داشتن. در قسمت مصرف ما بیشتر انتظار ما بودجه عادی اگر مصرف نشه ما هیچ مشکل نداریم، بلکه خوشحالم میشیم که صرفه جویی شده. درست. ولی در بودجه انکشافی واقعا ما مشکل داریم. بودجه انکشافی برازی که برای توسعه و پیشرفت افغانستان است حتما باید 100% مصرف شود و 55 واحد بودجوی در واقع مصرفشان کمتر از 80% بوده. 55 واحد بودجه. 55 واحد بودجه. اونا غالبا استنادشان یا توجیهشان بیشتر بگم، حالا توجیه فکر میکنم درستر و مناسبتر است، توجیهشان برای مصرف نکردن. ببخشید 55 واحد بودجه انکشافی داشتن که 12 واحد بودجویش کمتر از 80% بوده. اصلاح میکنم اینا اول از اینکه گزارش خب. که دادم 12% از 55 واحد بودجه‌ای کمتر از 80% بودجه انکشافی بله. خود مصرف کردن. اونا غالبا در توجیه ناتوانی خودشان میگن ما ظرفیت نداریم، یعنی در واقع یک توجیه معمول و مرسوم در این گونه موارد. نداشتن ظرفیت چقدر موجه است و چرا ما بعد از 20 سال در اداراتمان ظرفیت مصرف بودجه انکشافی رو نداریم؟
ابتدا در مورد خود اصل سوالتانم یک توضیح می بتم که معمولا موارد مصرف را که اونا میاین میگن که ما چرا مصرف نکردیم، اکثرا در پروژه های کلان طی مراحل پروژه هایشان خارج از مطابق اصول نامه اجرای بودجه، واحد های بودجوی در پروژه های انکشافی خود وقتی که میزان بودجهش 100 میلیون افغانی و کمتر از 100 میلیون افغانی باشه، خود اداره حق مصرف داره و عامل اعطا خود شخص مسئول اداره محسوب میشه. ولی در صورتی که بودجهش از 100 میلیون بالاتر باشه، یک اداره به نام تدارکات ملی وجود داره که او تدارکات ملی طی مراحل کنه. معمولا بهانه ای که ما میشنویم در واقع طی مراحل نشدن پروژه ها در تدارکات ملی هست، یعنی در تدارکات ملی هست و تدارکات ملی پروژه هایی را که اینا در واقع اسناد را برشان رایی میکنه طی مراحل نمیکنه، که اونا هم البته قانونا موظف هستند که در یک مهلت قانونی را طی مراحل کنند، که متاسفانه این گونه نمیشه. درست. خب آنچه در حسابدهی دولت پررنگ است، مخصوصا برای رسانه ها که کار انجام میتن، موارد و کارکردهای مثبت ادارات و نهادهای مختلف است. اونا هیچ وقت نمیان که از ناتوانی ها یا کمکاری های خودشان گزارش بدن و اعتراف بکنن که ما در چه مواردی با چالش مواجه بودیم. با این وصف، این برنامه یعنی همین حسابدهی دولت به ملت چقدر میتونه به پالایش ادارات از فساد اداری کمک بکنه و چقدر میتونه ادارات را در اجرای برنامه ها و پروژه های خودشان موفق بسازه یا مؤثر واقع شود برای توفیق اونا در این زمینه؟ خب راجع به راپورهایی که داده میشه، یک راپورهایی است که به رسانه ها داده میشه که معمولا راپورها امو بخش کارکردهای مثبت پر رنگ میشه اونجا. ولی راپوری که در واقع در سند قطعی منعکس میشه، سند قطعی چون مطابق اسناد هست، چی منفی چی مثبت، تمام اجراءات مالی گذشته را در اونجا در واقع منعکس میکنن و مفتشین اداره عالی تفتیش هم کاملا بیطرفانه در واقع موارد را بررسی میکنن. این را ما باید از آن کنیم که اداره عالی تفتیش هیچ گونه طرفداری نمیکنه با اینکه خودش جزئی از حکومت است و در واقع بودجه خود را از حکومت میگیره، ولی گزارشاتی که اینا منتشر میکنن مطابق با اسناد است و کاملا بی‌طرفانه است. ولی راپورهایی که به رسانه ها داده میشه، اون رقم که شما گفتین، امکان داره که یک اداره کارکردهای مثبت خود را منعکس کنه و کارکردهای منفی خود را منعکس نکنه. ولی راپوری که به سند قطعی هم در واقع داده میشه، این راپور نمیتونه مثبت منفی را از همدیگه تفکیک کنه، برای از اینکه ما در گذشته سند بودجه را داریم و این راپور با سوابق در واقع چک میشه و پول باقی مانده کاملا واضح و مشخص است، پولی که مصرف شده مشخص است، مواردی که مصرف شده، تمام از اینا اسنادش موجود است و در این قسمت ها نمیشه چیزی به نام تقلب وجود داشته باشه که ما راپوری که داده میشه و راپور در واقع مشکل دار باشه. ولی این که چقدر در واقع به موفقیت کمک میکنه، ما در واقع باید این را از آن کنیم که هر چقدر نظارت بیشتر باشه، هر چقدر که گزارش دهی بیشتر باشه و هر چقدر که گزارش گیرندگان در واقع خودشان هم پیگیر باشن، کاملا در صد موفقیت بالا میره. یکی از مواردی که در واقع متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیره، رسانه های افغانستان و مردم افغانستان خود را مسئول تلقی کنن نسبت به راپورها، نسبت به صحت و در واقع نادرستی راپورها، که اگر یک راپور داده شد چقدر مطابق با واقعیت است، چقدر مطابق با واقعیت نیست. درست است کاملا. خب حکومت با برگزاری برنامه حسابدهی دولت به ملت خیال خود راحت میکنه و معمولا هم مدعی است که این برنامه مثبت است و مثمر است و در روند اجرایی برنامه ها مؤثر است، به این روند کمک میکنه. اما در مقابل ما نهادهای مبارزه با فساد را داریم، ناظران امور را داریم که اینا برخلاف ادعای دولت این برنامه را نمایشی و تبلیغاتی میدانند و تاکید میکنند که این برنامه ها بیشتر برای خاک زدن به چشم مردم هست و فریب دادن مردم افکار عمومی. از این دو ادعای متضاد کدام یک به واقعیت نزدیکتره؟ خب در این قسمت فکر کنم که سوالت که کردین بیشتر ربطی به امو حیثیت ما به عنوان مشاور حقوق
حقی نداره و در این قسمت هم جواب که من میتونم به عنوان یک شهروند افغانستان ای که چقدر واقعیت داره یا نداره یک واقعیت است که ما در اسناد میبینیم، یعنی راهپوری که گزارش که به ما میه این گزارش ما درش هیچ گونه خدشه ای نمیتونیم ببینیم که در این قسمت تخطی صورت گرفته، تخلف صورت گرفته و پنهان مانده باشه، ایره نه از دید اداره عالی تفتیش پنهان میمونه و نه از دید مقامات نظارتی. ولی راجع به در واقع گزارش های رسانه ای که منتشر میشه در اون قسمت ما اظهار نظر نمی کنیم. بله درست است. خب بحث دیگه مربوط میشه به حاتم بخشی های آقای غنی از کدهای احتیاطی و اعتباری 91 و 92 که سر و صدای زیادی با پا کرد وقتی منتشر شد این گزارش و همینطور افشای هزینه 30 میلیون دلاری سبزیجات و مصرف 17 نوع گوشت در ارگ ریاست جمهوری. با توجه به این موضوع برنامه هایی که از طرف دولت برگزار میشه برای حسابدهی به ملت چقدر میتونه جدی باشه و چقدر مضحک؟ یعنی وقتی ما این حیف و میل ها و بریز و بپاش ها و اسراف و تبذیر ها را در مهمترین و بالاترین ادارات افغانستان مثل ارگ ریاست جمهوری میبینیم، چقدر میتونیم جدی بگیریم آنچه تحت عنوان گزارش مصرف بودجه از طرف نهادهای دولتی ارائه میشه؟ خب در این قسمت اولی که راجع به ارقام و راجع به اینایی که گفتید مربوط بودجه سال 98 نبود و هنوز ما بررسی نکردیم بله. که واقعیت داره واقعیت نداره، ولی حتما با توجه به اینکه در رسانه ها منعکس شده ما توجه داریم که اطلاعاتی که در رسانه ها منتشر میشه در سال مالی این رکورد را حتما داریم و در زمان بررسی حتما اینا را بررسی میکنیم ببینیم که گزارشات که اومده آیا صحت داره آیا صحت نداره. راجع به کدهای 91 و کدهای 92، کد 92 حالت اضطرار و قدر مورد بحث نیست، یعنی در بحث کد 92 چندان تخلفی وجود نداره و معمولا به اون مواردی که مشخص شده مصرف است. راجع به کد 91 هم راپورهای سال 98 منتشر شده از طرف کمیسیون مالی بودجه، در رسانه ها منتشر شده، کمیسیون مالی بودجه منتشر کرده و پیگیری رسانه ها دقت مردم افغانستان و در واقع کمک که میتونه به نهادهای نظارتی بکنه اینا هم توجه بکنن، اینا هم خود را مسئول بدانن و در این باره گزارش هایی که منتشر شده، گزارش هایی که از طریق کمیسیون مالی بودجه منتشر شده به عنوان سند رسمی کاملا وثاقت داره، کاملا مطابق اسناد هست و این موارد حتما ارتکاب یافته و این اطلاعات کاملا دقیق است. ولی اطلاعاتی که در رسانه ها شریک شده راجع به نمیفهم انواع گوشت و انواع اینا در سند بودجه چنین چیزهایی وجود نداره. اگر در اجراءات وجود داره در سال مالی آینده که به ختم رسید راپور قطعیه که به ما رسید انشاءالله به اون برسید. بله. خب آخرین سوال مطرح میکنم خدمت شما و این بیشتر مربوط میشه به نگرانی ما به عنوان رسانه. شما از نسبت به شفافیت هزینه ها و مصارف نهادهای مختلف دولتی خیالتان راحت است به خاطر اینکه شما با اسنادی مواجه هستین که موثق است و در واقع یک پشتوانه به نام سند بودجه دارین، همه گزارش هایی که به شما داده میشه در انطباق با سند بودجه او رو بررسی میکنین، بنابراین شما نگران نیستین. ولی ما با عنوان رسانه وقتی میخواییم با این موضوع از منظری برخورد بکنیم که همراه با اطمینان نسبت به شفافیت گزارش باشه با مشکل مواجه هستیم. برای ایجاد شفافیت باورپذیر در مصرف بهینه بودجه ملی چه راهکار حقوقی و عملیاتی وجود داره؟ از نظر قانونی راهکار بسیار واضح و مشخص است. در واقع شورای ملی خصوصا مجلس نمایندگان و ولسی جرگه وظایفش کاملا مشخص است. یکی از مهمترین و شاید مهمترین وظیفه از این نظارت هست، نظارت بر اعمال حکومت. در داخل ولسی جرگه کمیسیون های وجود داره که ما دو نوع کمیسیون داریم. بعضی از کمیسیون ها به سکتوری که در واقع خودشان مشخص هست، مثلا سکتور صحت فقط به اون سکتور کار دارن و اونا رو میتونن نظارت بکنن، ولی کمیسیون های هم وجود دارن مثل کمیسیون مالی بودجه که اینا به دلیل از اینکه به تمام واحد های بودجوی اینا بودجه میتونن، به تمام سکتورها هم میتونن نظارت بکنن. درست. یعنی راهکار نظارتی کاملا واضح و مشخص است.
در طول سال و در دفعات مختلف اینا میتونن از تمام اجراءات حکومت خصوصا اجراءات مالیشان در واقع نظارت بکنن، ولی اگر نظارت نمیشه خب باید بازو وقت از مجلس نمایندگان پرسیده شود که اگر نظارت نمیشه چرا نمیشه، در حالی که جزء وظایفشان است. اینا در طول سال باید نظارت بکنن از چگونگی مصرف بودجه، از چگونگی در واقع مؤثریت بودجه، که در این قسمت وزارت محترم اقتصاد هم وظیفه داره که در واقع به صورت روبوار، یعنی در هر سال 4 دفعه تمام اجراءات مالی که صورت گرفته در طول سال مالی، بودجه هایی که مصرف شده، از مؤثریت و از درستی مصرف از اونها راپور بده که آیا مصارف که صورت گرفته مطابق واقعی بوده و یا مطابق واقعی نبوده. که متاسفانه ما در این قسمت هم یک مقدار مشکل داریم، راپور هایی که در واقع هست به اون صورتی که باید در اختیار مجلس نمایندگان قرار نمیگیره. قصد داریم امسال انشاءالله در اصولنامه اجرای بودجه ای را تبدیل به تکلیف بکنیم که وزارت محترم اقتصاد حتما راپور خود را شریک کنه و او راپور را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار بگیره، که اولا که بودجه که مصرف میشه آیا به خوبی مصرف میشود، از نظر میزان مصرف در یک حد اعلا و خوب قرار داره یا نداره، و از طرف دیگه مصرفی که انجام میشه آیا این مصرف مصرف مؤثر است و یا مصرف غیر مؤثر است. خیلی سپاسگزار هستم، توضیحات بسیار فنی و دقیقی دادین، استفاده کردیم از حضور شما و از همراهی بینندگان ارجمند هم با این برنامه تشکر می کنم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.